رابطه جنسی همراه با رضایت. این عبارت رو وقتی در اولین تجربه های روابط خودتون جستجو میکنین، چه تصویری یا داستانی رو به خاطر میارید؟ توی این قسمت من از چند دختر و پسر خواستم که به این سوال پاسخ بدن و پاسخهای فوق‌العاده دقیق، صادقانه و اغلب تکان دهنده‌ای دریافت کردم که بخشی از اونها رو در این اپیزود با هم میشنویم. افراد به ندرت درگیر رابطه جنسی و فیزیکی میشن که با درخواست‌ها و توافقات شفاهی واضح بیان بشن. احساس گناه، شرم، اضطراب، ترس، کلیشه‌ها و تبعیض‌های جنسی و جنسیتی، همجنسگرا هراسی، نژادپرستی و سایر اشکال تعصب و تبعیض، مفهوم رضایت در رابطه جنسی و راه‌های کسب اون رو پیچیده و مبهم می‌کنه. به این عوامل تهدید به طرد، خشونت و تحقیر از سمت طرف مقابل در رابطه و اجبار و نگرانی برای جلب رضایت دیگران رو هم اضافه کنید. توی جامعه ما هر نوع کنجکاوی جنسی و جنسیتی از کودکی یه جورایی ممنوعه اعلام میشه. جای خالی آموزش و حتی گپ زدن درباره ابعاد مختلف رابطه جنسی و راه‌های خود مراقبتی جسمی و روانی برای نوجوان‌ها و جوان‌ها هنوز در جامعه ما حس میشه. توی این قسمت سعی شده با شنیدن تجربیات افراد راهی برای بیشتر فکر کردن به ابعاد مختلف رابطه جنسی سالم باز بشه. من الهه وفایی، روان درمانگر، اینجا روایت‌های جوان‌ها و نوجوان‌هایی که توی مدرسه، دانشگاه، خیابان و حتی محیط خونه با سرکوب‌های گوناگون مواجهند و در خفقان و نبود رابطه‌های سازنده و امن با نسل‌های قبلی، امیدشون به آزادی، احترام و آینده روشن هر روز با چالش‌های جدید و پیچیده‌ای مواجه میشه رو جمع‌آوری می‌کنم. هر قسمت با رضایت راوی منتشر میشه و برای حفظ حریم شخصی، اسامی و برخی جزئیات تغییر کرده و روایت توسط گوینده بازخوانی میشود. رضایت جنسی توی تجربه اولم با آدم ها، راستش قبل از این که من تجربه داشته باشم یا حتی کسی رو لمس کرده باشم، کل ایدهی که من از سکس و رابطه جنسی و جنسیت داشتم، یه بخشش خب برمیگشت به در واقع حرفایی که با دوستامون توی دبیرستان میزدیم و که بیشتر شوخی های جنسی بود و پرن و اینجور چیزا، یه بخشش هم در واقع مطالب بودن که تو مدرسه معلمایی مثل پرورشی و دینی به ما میگفتن. اونو هم بیشتر در مورد مسائلی بود مثل مبارزه با نفس و اینکه به نامحرم نباید فکر کنیم و خودارضایی نکنیم و که حالا یه بخشی راجع به گناه ها و اینجور چیزا، یه بخشی هم که مثلا سلامتی ضرر داره و کور میشیم و اینجور چیزا، که خب البته تو مدرسه و تو اون سن و سال هم خیلی دیگه کسی به اون حرف اهمیت نمیداد و بیشتر یه جورایی سوژه شوخی و خنده و اینجور چیزا بود. اما اهمیت داشتن رضایت توی سکس، این موضوعش برمیگرده به تجربه شخصی خودم و اتفاقی که برای خودم افتاد. اولین باری که خب من رابطه داشتم، اون موقع خب یادم دوم دانشگاه بودم، 19 سالم بود، خب خیلی مشتاق بودم، این مسئله خیلی هیجان انگیز بود، ناشناخته بود و من نتا اون قرار اولی که گذاشته بودم ذهنم پر بود از کلی فانتزی، حتی نمیتونستم ذهنم رو یک لحظه آزاد کنم از کاری که میخوام انجام بدم. البته خب اون موقع هم در واقع اونقدر ادعا داشتم که در واقع نمیخواستم در واقع قلدری بکنم یا به زور کاری رو انجام بدم، یعنی در اون حد میفهمیدم. اما دو سه سال بعدتر خودم توی یک وضعیتی قرار گرفتم که خب تو اون وضعیت اون طرف مقابل بود که شروع کننده بود و من خب بنا به دلایلی نمیخواستم که سکس کنم و خیلی هوشیار نبودم و یادم در واقع سعی کردم که نشون بدم که فازشو ندارم، اما خب اون دختر خیلی نفهمید یا نخواست بفهمه و هی به کارش ادامه داد و راست من احساس خوبی نداشتم، هم ترسیده بودم که اون فکر کنه که من مشکلی دارم، مثلا مشکل جنسی دارم، و یا هم نگران بودم که خب ناراحت بشه، و یا حتی یادمی که یه جمله به من گفت که لطفاً پایه باش. خب در نهایت ما با هم سکس کردیم و در واقع تحت اون فشار و اصرار من خب کارهایی کردم که نمیخواستم و راستش اصلا تجربه جالبی نبود.
اما خب همین مسئله دید من رو نسبت به این داستان عوض کرد و بعد من به روابطی خودم قبلا داشتم فکر کردم و دیدم که مواردی بوده که شاید من هم مثل اون دختر البته شاید کسی رو مجبور به رابطه نکردم که به زور بخوام کاری رو انجام بدم، ولی همین اصرار به این که بخوام نظر کسی رو عوض بکنم یا در واقع برای داشتن رابطه تحریک بکنم بدون اینکه دقیقاً بدونم توی اون لحظه اون طرف داره به چی فکر میکنه برای منم پیش اومد. رابطه با یه نفر به ذهنم میاد. اوایلش که داشتیم همدیگر رو میبوسیدیم ازم پرسید دوست داری تا کجا پیش بریم؟ غافلگیر شدم چون خونش بودم و نصف شب بود و هر دومون تا حدی برهنه شده بودیم. از نظر من این خیلی واضح بود که دوست دارم با هم سکس داشته باشیم. سعی کردم سوالش رو نادیده بگیرم چون در اون لحظه به نظرم مسخره بود که بشینیم حرف بزنیم. یه مقدار که گذشت دوباره منو متوقف کرد و گفت با این موقعیتی که الان داریم راحتی؟ من یه مقدار کلافه شدم و ازش پرسیدم نظر خودت چیه؟ راحتم یا نیستم؟ این سوالاش برام تو اون لحظه خیلی غیر جذاب اومده بود و حتی به این فکر میکردم که احتمالاً براش جذاب نیستم و میخواد توپو بندازه تو زمین من. برام عجیب بود و فکر میکردم که خب زبان بدنم داره میگه که راضیم دیگه. من فکر کنم با توجه به چیزایی که دیده بودم و شنیده بودم و خودم تجربه کرده بودم اون لحظه این سوال انقدر برام عجیب و غیر واقعی بود که اصلاً نمیدونستم واکنش درست چیه. اون شب شب مهمی بود برای من، شبی که فهمیدم حق این رو دارم که فعالانه به رضایت داشتن فکر کنم. بعدش خیلی بهش فکر کردم، به احساس خوبی که صبح وقتی بیدار شدم داشتم. از تک تک لحظات شب قبلش هم مطمئن بودم، هم حس خوبی داشتم. بعد از اون یاد گرفتم که اتفاقا تنها راهی که میشه فهمید که دو نفر توی رابطه احساس خوبی دارن پرسیدن شفاهیه و چک کردن با طرف مقابله. حتی بعد از اون اگر در موقعیتی قرار میگرفتم که این سوالها مطرح نمیشد خودم این سوالها رو توی ذهنم مرتب در طول رابطه از خودم میپرسیدم و اگر مایل بودم ادامه میدادم و اگر نه قاطعانه به طرف مقابلم بدون ترس از قضاوت و واکنشش میگفتم نه. یه دوستی داشتم که از دوران نوجوانی با هم جاست فرندز بودیم. یه پسری بود که چندین سال بود که با هم یه رابطه رفاقتی داشتیم و این دوستی برام خیلی مهم بود. یه شبی بود که با یه گروهی رفته بودیم سفر، همه خوابیده بودن و فقط من و اون بیدار بودیم و داشتیم با هم حرف می‌زدیم. من روی مبل دراز کشیده بودم و اونم پایین مبل نشسته بود. خیلی یهویی از من پرسید که تو چرا میتونی با فلانی و فلانی دوست بشی و رابطه داشته باشی اما با منی که این همه ساله میشناسمت نه. دلم میخواست بهش بگم که این سوالش چقدر بی ربطه، یا اینکه من برای ارتباطاتم و تمایلات جنسیم نباید به کسی جواب پس بدم. دلم میخواست بهش بگم چون چنین حسی رو به تو ندارم و این در تمام طول دوستیمون همیشه شفاف بوده از طرف من و فکر میکردم برای تو هم همینطوره. اما هیچ کدوم اینا رو نگفتم چون رفیقم بود. اصلا دلم نمیخواست احساساتش رو جریحه دار کنم و برنجونمش، مخصوصا که این جمله ها رو موقعی داشت میگفت که قبلترش درباره این که خیلی تنهاست و روزای سختی رو میگذرونه به هم گفته بود. خیلی کوتاه جواب دادم نمیدونم، تا حالا بهش فکر نکردم، شایدم یه زمانی بشه. از روی ما بلند شدم و میخواستم از اون فضا دور بشم، اما نمیدونم خودش رو به نفهمیدن زد یا واقعا نفهمید. اما این جواب من رو به عنوان رضایت برداشت کرد. من رو بوسید با وجود اینکه خیلی منقبض بودم و مرتبا بهانه‌هایی غیر از اینکه دلم نمیخواد منو لمس کنه می آوردم. مثل اینکه الان شرایط مناسب نیست، ممکنه بقیه بیدار بشن. سعی می‌کردم از خودم دورش کنم اما نتونستم. این آخرین باری بود که من اون رو دیدم و دیگه هرگز باهاش صحبت نکردم. من از بچگیم ترس از فضاهای بسته داشتم. اینکه این ترس یه چیزی درون منه که باید بهش توجه کنم رو توی اوایل 20 سالگی فهمیدم که داشتم یه مطلبی میخوندم که یه بازیگری این مسئله رو داشت
و تعریفش کرد و من هم متوجه شدم که این مسئله کلاستروفوبیا از بچگی با من بوده که از اینکه در فضاهای کوچک باشم یا حتی آدمهای زیادی دور و بر من باشن وحشت میکنم. چیزی که من بعد از سوال شما به ذهنم میرسه مرتبط با رابطه جنسی برای من نیست. 2-3 ساله که وارد یه فضای کاری خیلی صمیمانه شدم. از زمانی که وارد شدم با اینکه دیگران برای سلام و احوالپرسی تعامل صمیمانه لمسم کنن خیلی مشکل دارم. میدونم که این تعامل یه نوعی از آزار جنسی نیست، اما من راه مؤدبانه ای سراغ نداشتم که بدون اینکه بخوام همکار منفور یا ادایی یا سنتی به نظر برسم از بقیه بخوام که من رو به هیچ عنوان بدون اجازه و ناگهانی لمس نکنن. حتی یه بار با کسی که مسئول منابع انسانی هستش صحبت کردم و سعی کردم کلیت موضوع رو براش توضیح بدم و ازش کمک بگیرم، اما به محض اینکه وارد مکالمه شدم اون خیلی مضطرب شد و به هم گفت این آزار جنسیه و ازم خواست اسامی آدم یا آدمایی که این کار رو باهم کردن رو بهش بدم. هر چقدرم که من شفاف گفته بودم که منظورم چیه، اما متوجه شدم که کلن درکی از این خواسته من نداره. تلاش من برای اینکه به دیگران توضیح بدم که از مدل ابراز احساسات فیزیکی خوشم نمیاد ناامید کننده بود. انگار هیچ توضیحی کافی نیست. بیشتر و بیشتر ازم سوال میپرسن که دقیقاً چرا و چی اذیتم میکنه، یا شروع میکنن توضیح دادن اینکه قصدشون چیه و این خیلی منو شرمسار معذب میکنه. به نظر من همین که من بهشون میگم که راحت نیستم کافیه و نباید توضیح بیشتری بخوان. من فکر میکنم که رضایت فقط مختص روابط جنسی و عاشقانه نیست. مرزهای فیزیکی و بدنی تو هر مدل رابطه‌ای باید مشخص باشه و همین که شفاف نشون داده میشه کافیه. چیزی که من میخوام تعریف کنم درباره احساس گناهیه که سالهاست با من. من فکر میکنم به یک کسی بدون این که اصلا بدونه بهش آزار جنسی رسوندم و رضایتش رو در نظر نگرفتم. کسی که نه اونو دیدم و نه اون خبر داره که حتی من وجود دارم. برای همین حتی نمیتونم پیداش کنم و ازش عذرخواهی کنم. تو دبیرستان که بودیم یه پسری بود که خب خیلی خوش‌تیپ بود و از همون سال دوم دبیرستان همیشه از دوست دخترها و تجربه‌هاش برامون تعریف میکرد و برای منی که توی خانواده سخیرتر بودم و اصلا تجربه رابطه اونطوری نداشتم داستاناش خیلی جالب بودن. تو داستانایی هم که برای ما تعریف میکرد همیشه این دخترها بودن که دنبالش بودن و نهایتاً اون کسی بود که یکی دیگر جایگزین میکرد و میرفت. این قلدریش در برابر دخترها و بی‌تعهد بودنش هم به عنوان یه جذابیت مردونه برامون تعریف میکرد. یکی از روابطی که داشت انگار اینجوری پیش نرفته بود و دختره نهایتاً نخواسته بود که باش ادامه بده و این خیلی به زور اومده بود. انگار که الگوی همیشگی رابطهش با این دختره کار نکرده بود و نهایتاً اون کسی نبود که قرار رابطه رو تموم کنه. الان که به واکنشش فکر میکنم اینطوری تحلیلش میکنم که انگار که این دختره بهش اجازه نداده بود که تحت سلطه‌اش قرار بگیره. این موضوع خیلی به همش ریخته بود. یادم یه روزی یکی از دوستا عکس نود این دختر رو برامون فرستاد و بهم گفت این همون دوست دختر رفیقمونه که ولش کرده رفته. و یه چیزی توی این مایه‌ها گفتش که این همون دختر خراب است که رفیق فلانی بود و الانم حتما با یکی دیگه است. همکلاسی من برای انتقام بعد از اینکه مطمئن شده بود که اون دختر به هیچ وجه راضی به ادامه رابطه نیست، عکس نودش رو بین بچه‌ها پخش کرد. دیدن اون عکس توی اون دوران برای من خیلی عجیب بود و اعتراف میکنم که حتی هیجان انگیز بود. منم اون رو برای یکی دیگه فوروارد کردم و گفتم این دوست دختر فلانیه و اینطوری توی این چرخه حضور فعال پیدا کردم. نمیدونم، شاید همین که من شروع کننده این داستان نبودم و کار از کار گذشته بود برام کافی بود که به خودم احساس بدی نداشته باشم. با خودم میگفتم دختری که حاضر شده این عکس رو برای یکی دیگه بفرسته حتما براش مهم نیست که بقیه هم ببینه. از این اتفاق 7 سال میگذره. همون موقع مدتی این عکس‌ها دست به دست شدن و سوژه شدن و بعد هم فراموش شدن. چند سال بعدش یه رشته توییتی خوندم که دختری نوشته بود که یک همچین آسیبی توی دوران مدرسه براش اتفاق افتاده و توضیح داده بود که چه تبعاتی رو تجربه کرده. وقتی داستانش رو خوندم یهو داستان خودم و ماجرایی که تو پخش کردن اون عکس‌ها داشتم برام زنده شد. واقعیتش وحشت کردم از اینکه یادم اومد من هم توی دورانی حریم شخصی دختری رو نقض کردم. تا قبلش فکر میکردم آزار جنسی یعنی تجاوز به یکی، ولی چیزی که اون دختر از تجربه خودش نوشته بود به من یه نهیب زد که آزار جنسی خیلی کارهای دیگه هم میتونه باشه، اما کسی اینو به من یاد نداده بود. ای کاش میتونستم حداقل ازش خبری بگیرم یا امکان این رو داشتم که
همه احساسات امروزم رو بهش توضیح بدم و ازش معذرت بخوام. اولین تجربه من اولین کسی بود که باهاش وارد یه رابطه از دید خودم احساسی و جدی شدم. حدود 3 سال و 8 ماه این رابطه طول کشید. عاشقش شده بودم. اینطور فکر میکردم. اما واقعیت این بود که با یه کنترل تدریجی من رو به این باور رسونده بود که اون تنها کسیه که میتونه با من باشه و من جز خودش کسی رو ندارم. یه جورایی مستقیم و غیر مستقیم تو روزایی که حال رابطه خوب بود یا دعوا و جر و بحث بود فرقی نمیکرد. به من این باور رو داده بود که من یه دختر عادی نیستم. مردا اخلاقا و حساسیت من رو نمیتونن تحمل کنن و اون آدم خاصیه که داره منو تحمل میکنه. از سکسمون متنفر بودم. بیشتر برام شبیه یه وظیفه‌ای بود که برای قدردانی از حضورش انجام میدم. وظیفه‌ای که اگر انجامش ندم من رو رها میکنه. چیزی که توی رابطه یاد گرفته بودم این بود که دوست دختر یکی از مسئولیت‌های اصلیش ارضا کردن نیازهای جنسی پارتنرشه. همه اینا باعث شده بود که اغلب وقتا تو مسیری که داشتم میرفتم پیشش یه معجونی از ترس و شرم و احساس گناه و البته عصبانیت داشته باشم. یه حالتی از تسلیم. از من بزرگتر بود و خیلی خوب میتونست حرف بزنه و من در برابرش احساس ضعف میکردم. آدم باهوشی بود و فکر میکنم میدونست که من توی سکسمون راضی و خوشحال نیستم و بیشتر تسلیمم. خیلی وقتا در حین سکس عصبانی میشد از این حالت من. بهم میگفت یاد بگیر، با دوستات حرف بزن، پرن ببین. من خودم هم باورم شده بود دلیل این حس بدم به رابطه جنسی نابلد بودنمه، نه رفتاری که باهام میکنه و احساساتی که به صورت کلی توی این رابطه داشتم. یه وقتایی با عصبانیت ازم میپرسید چیه؟ دوست نداری؟ حال نمیکنی؟ اگه اینجوریه به من بگو، والا من فکر میکنم دارم به تجاوز میکنم. من میگفتم معلومه که نه. جواب من به این سوال هر چیزی غیر از تسلیم و انکار اگر بود عواقب سنگینی برام داشت. جوابی که میدونستم لازم داره تا بتونه کارشو با هم انجام بده و تموشه میدادم. نه اصلا اینطور نیست. معلومه که دوست دارم. 3 سال و 8 ماه گذشته بود. من خودم رو راضی میکردم که رابطه جنسی همینه. بقیه زنا و دخترام حتما همین حس رو دارن و اگر من مضطرب یا غمگین میشم دلیلش اینه که به اندازه کافی خوب نیستم و بلد نیستم. اون رابطه اما نه به این دلیل تموم شد. هنوز وقتی دربارش حرف میزنم و بعضی جزئیات رو مرور میکنم تأثیرش رو روی بقیه روابطم میبینم که چقدر آسیب پذیر بودم و باور کرده بودم که همه مشکلات تقصیر منه. من یه دختر همجنسگرام. از زمانی که برای ادامه تحصیل از ایران به یک کشور دیگه مهاجرت کردم تصمیم گرفتم دست از پنهان کردن گرایش جنسیم بردارم و بتونم توی یه دنیای آزادتر خودم باشم. دنبال یه دوست دختری که بتونم باهاش راحت و صمیمی باشم بگردم. انگیزه زیادی داشتم که برای حقوق بچه‌های LGBTQ تلاش کنم و دربارش حرف بزنم. اوایلش این تلاش من خیلی مایوس کننده بود. آدم ها یه جورایی فکر میکردن حرف زدن در مورد گرایش جنسی یعنی بیمرز بودن. به قول خودشون راحت بودن. مثلا پسرهای زیادی بودن که به من نزدیک میشدن حتی بدون اینکه از من چیزی بپرسن. من رو لمس میکردن و خیلی اصرار میکردن که باهاشون سکس کنم تا متوجه بشم که اشتباه میکنم و گرایش من به دخترها فقط یه فانتزیه و جدی نیست. این برخوردها به من فهموند که برای داشتن یه زندگی نرمال باید همیشه مواظب باشم و حتی میتونم اینجوری بگم که باید مقاوم و جنگجو باشم. من بابت اینکه اجازه ندادم که دیگران مرزهام رو بشکنن از جمعای زیادی ترد شدم. خیلی وقتا توی خلوت خودم از این واکنش‌های پر از همجنسگرا ستیزی و پیدا نکردن شریک عاطفی خسته و ناامید شدم و گریه کردم. خیلی وقتا به دلیل اینکه اجازه ندادم آدما بعد از اینکه متوجه می‌شدن که من لزبیانم با من امتحان کنن یا سوژه شوخی‌ها و متلکاشون بشم به من گفتن آدم عصبی هستم. اما چاره‌ای نبود. الان که دیگه دوستای خودم رو پیدا کردم و بعد از یکی دو تا تجربه ناموفق تونستم اون شریک عاطفی خوب و امن رو پیدا کنم. دلم می‌خواد به همه بچه‌ای که تو اون شرایط منن بگم که میدونم تنهایی خیلی سخته. میدونم آدم ها خیلی وقتا ما رو مجبور میکنن که به یه شرایطی که با شاهد نیستیم تن بدیم و تن ندادن توی تنهایی چقدر سخته.
اما یه روزی بود من به خودم گفتم تحمل میکنم و از پیدا کردن یه گروه دوستی و شریک عاطفی دست بر نمیدارم. میدونی ما نمیتونیم از خودمون انتظار داشته باشیم که همیشه کامل باشیم، قوی باشیم، شکست ناپذیر باشیم یا حتی بابت مرز نشناسی و دید اشتباه آدم ها و در نتیجهش آزار جنسی کلامی و فیزیکی صدمه نبینیم. دلم میخواد بگم اگر تویی که داری صدای منو میشنوی درگیر این مسائلی و داری با اصول خودت پیش میری، شک نکن که کار درستی میکنی. با خودت مهربون باش، صبر کن و بازم میگم به خودت اعتماد کن. من اولین باری که تونستم راجع به گرایشم با کسی حرف بزنم فکرم 17 سالم بود. منم داستان اینجوری بودش که پیش دانشگاهی بودیم. خب موقع تو مدرسه ما بچه هایی که خب رتبه کنکورشون سالهای قبل‌تر خوب شده بود و می آوردن به عنوان پشتیبان و اینا مثلا می آوردن به مدرسه بچه های دیگه مشاوره میدادن و برنامه ریزی ها کمک میکردن. بعد یادم یکیشون بود که 3 سال از من بزرگتر بود و اون در واقع من کمک میکرد توی برنامه ریزی. توی دوران عید نوروزم بود که اردوی شبانه روزی گذاشته بودن و اینا. اون بعد از یه مدتی اومد هی من نزدیکتر شد و اون شروع کرد با من صحبت کردن و حتی پرسید که با کسی هستی نیستی، گرایشت چیه و بهم گفتش که منو زیر نظر داشته و حس میکنه که ما شبیه همیم. خودش بهم گفت که گیه و خب منم هم معذب بودم هم یه خوشحالی داشتم که یه کسی رو پیدا کردم که در واقع میتونه منو درک کنه و من حس میکنم که کمتر ازش میترسم چون خودشم بهم گفته بود داستان خودشو و حس کردم که میتونم بهش اعتماد کنم. حتی تو همون سوال جوابا بود که من حتی مطمئن شدم که حسش نسبت به من درسته و من شبیه خودشم. بعد توی دوران اردو تموم شد و دیگه بچه‌ام خب کمتر میومد مدرسه ولی بیشتر دیگه ما از طریق پیام و اینجور چیزا با هم در ارتباط شدیم. اولش هم عمده رابطه‌مونم حول انگیزه دادن به من برای کنکور و اینا بود و اما خب کم کم هی تعداد پیام ها و اینا بیشتر شد و بعد دیگه چک کردن ها شروع شد و دیگه حتی اگر من پیامش رو یه خورده دیرم چک میکردم مثلا بعضی وقتا عصبانی میشد و من هم یه جوری نگران این بودم که خب من از گوشیم در واقع غافل نمونم و دیر نشه جواب دادنش و حتی میترسم که اصلا عصبیش کنم. حتی درسم خب افت کرده بود و بیشتر تمرکزم روی همین ارتباطمون بود و اینکه راضی باشه و خوب پیش بره همه چی. کلی با هم ساعت‌ها یادم که تلفنی با هم حرف می‌زدیم و دیگه خیلی هم که راجع به کنکور و اینا هم حرف نمی‌زدیم. بعد یادمه که یه روز نزدیک کنکور بود و من یکی از این آزمون‌های جامعه رو داده بودم و نتیجه‌اش خیلی بد شده بود. خیلی هم ناراحت بودم. و بهم گفتش که خب بیا خونمون کارنامه‌تو نتیجه آزمون رو که با هم بررسی و تحلیلش کنیم. بعد خب این اولین باری بود که من میرفتم خونه‌شون رو قبل توی خونه هم دیگه رو ببینیم. خب اولش شروع کردیم به تحلیل آزمون و حالا تحلیلم که چه عرض کنم چون کلن اونم یه حالت عصبی بود و هیستریک بود و بعد مثلا چک نویستای آزمونم و اینا بود سوالا و اینا. بعد اونم همش سوالا رو نگاه میکرد و تحقیرم میکرد و میگفت این چه جوابایی دادی و چقدر خنگی و این کار انقدر ادامه داد که من مثلا یوزم زیر گریه. بعد وقتی گریم گرفت اون شروع کرد بغلم کرد و یکم لحنش آرومتر شد و در واقع من بیشتر از این که از آزمون و اون خراب کردن آزمون و وضعیت درسیم ناراحت بودم بیشتر شرمنده این بودم که انگار که اونو ناامید کرده بودم از وضعیت درسیم و اینکه اون داره دربارم فکر میکنه که من چقدر آدم خنگ و احمقیم و این حالمو خیلی بد کرده بود. بعد همونطور که تو بغلش بودم اون شروع کرد به نوازش کردن منو به پیشرفت و چیزی که خب خیلی قبلش بین ما مرسوم نبود اصلا و خیلی هم سریع پیش میرفت. جستش هم از من بزرگتر بود هی مرتب بدنش رو من فشار میداد و منم هنوز دقیقا تو همون حال خرابیم گیر کرده بودم. بعد هی سعی کردم که خیلی چند بار خودم از بغلش جدا کنم و که
آقا ولی تلاشم هی بی نتیجه بود، تا اینکه بهم گفتش که بریم مثلا رو تختت. منم گفتم نه. بعد دیهودم عصبانی شد، بعد یهو بهم گفتش که تو دروغگویی و خیلی کار کثیفی کردی و تمام مدت به من دروغ میگفتی که مثلا تمایل داری و این همه جزئیات از تمایل تو اینا برای من تعریف میکردی، تو اصلا داشتی به من نخ میدادی که تو میگفتی من دوستم مثلا تجربت اول با من باشه، بعد در صورتی که من احمق بود که میخواستم مثلا به تو یاد بدم. اصلا یهو بعد دیگه گفت اصلا اینجا چی کار میکنی، تو خونه من اومدی چی کار. بعد من اصلا مونده بودم که اصلا هم میفهمیدم که همه حرفاش غلطه، هم باورم شده بود که مثلا من مقصرم و در واقع من باعث شدم که این سوء تفاهم ما پیش بیاد و نمیخواستم که در واقع مثلا اینجوری پسم بزنه و در واقع همه نگرانی میبودش که مثلا اگه با من بعدم بشه خب من هم دلم نمیخواست دوستیمون رو از دست بدیم، هم بالاخره یه رازی پیش من، یعنی راز من پیش اون بود، من دوست نداشتم مثلا برای این حرفم حتی جای دیگه ای مطرح بشه. خلاصه خیلی حالم بد بود. من دیگه بهش گفتم که بابا من حالم بده، تو خود میبینی، من چه میدونم، حتی رفتم خودم رو تخت نشستم گفتم من دروغی نگفتم، بعد تو خود میبینی حال من بده، من تا حالا سکس نداشتم. بعد یکم دوباره سکوت شد و دیگه من بازم گریم گرفت و من به خودم فحش میدادم که بابا، خودم ناراحت بودم که چرا اصلا دارم مثل بچه دارم اونجا گریه میکنم، از طرفی دوباره نگران بودم که هی عصبیش کنم. و بعد اومد باز میشد بهم گفتش که مثلا با من مشکل داری یا مثلا از من خوشت نمیاد، بعد گفت حتما کسی تو زندگیته و چه میدونم به من دروغ گفتی و هم میخواستی من رو داشته باشی هم اون رو داشته باشی و هی شروع کرد اینجوری چیز کرد و پس از من اول از من خوشت نمیومد. و من گفتم دوست ندارم از دستم ناراحت باشی و ايش گفتم تو رو خدا عصبانی نباش و من با کسی نه، هی بشم خواستم خودم اثبات کنم و بگم من با کسی نیستم، هی واسش معذرت خواهی میکردم، منو ببخش، حتی نمیستم از چی، ولی هی میگفتم مثلا من ببخش. دوباره کنارم نشست و هی دوباره مثلا یه خورده اومد به من دست که مثلا دلداری بود. من دیگه در واقع بیخیال شدم، فقط میخواستم که اون راضی بمونه همینجوری، اونسو مثلا رضایتش باشه. و اون بود که اون اولین رابطه جنسی من بود و یه تجربه واقعا هم دردناک جسمی و بدتر روانی. و بعد از اون من از ترس اینکه ببینمش حتی مدت مدرسه نرفتم، بلاکش نکردم هیچ وقت، ولی هیچ وقت من ازش خبری نگرفتم و بدتر اینکه اونم هیچ خبری دیگه از من نگرفت. و این درد این تجربه از اون روز تا همین امروزم میتونم بگم توی من مونده. و هرچند که خب الان حتی توی رابطه دیگه هستم که خب خیلی همه چی خوبه، آرومه، حتی دوستم هم تو جریان اتفاق هست و خیلی تلاش میکنه که به من حس امنیت بده، ولی سایه اون سیاهی اون اتفاق همیشه با من هست.